میذاشتن. حالا هر کجا با پاسپورت آمریکایی میری، هفت سوراخ تن تو اینقدر دست میکنن ببینن یه نارنجک، یه خمپاره، یه چیزی تو خودت جا نداشو، چون تو شناسنامه تو پاسپورتت نوشتن تو ایران به دنیا اومدی. این وزرای احمدی نژاد رو دونه دونه شون سوابقشون رو نگاه کنین، حرف زدناشون رو نگاه کنین، اون آخوندا امامی کاشانی، اون یکی اون یکی، این امام جمعه هایی که جمعه ها این بر و بر، حرفای اینا رو گوش کنین. این بودیم ما که چجوری باید پس گردنی پشت سر ما میزدن. یه ده در خارج از کشور نشستن خیال میکنن شما مردم که 30 ساله زیر پس گردنی این رژیم هستید، 30 سال خرافه و خرافه گرایی رو تو مغزتون کردن، 30 سال ابلهترین، بیسوادترین، واپسگراترین آدم ها. آقا این وزرا همه قیافشون رو نگاه میکنی انگار اینا هر کدومشون 1000 تا آدم کشتن. با قط چشاشون، قیافه هاشون، حالت هاشون. چه چیزی عوض شده؟ یه سه خارج دخمونه مثلا بخواهم خواهد ایران عوض شه؟ حکومت مثلا دموکراتیک سکولر طرح فلان رو ببرن تو ایران. هر ملتی رو باید ببینید روانشناختیش کجاست، چه نیرویی، چه آدمی، چه کاری باید پیاده بشه تا بتونه این لات و لوتا و این ارازل و اوباش و پس گردنی بیرونشون کنه. ماماش نیتیش تاتا شو اینا که نمیشه این حرومزاده ها رو بیرون کرد. میفهمی چی میگم؟ تو که منو درکم میکنی که تو ایرانی که حالا ماها اومدیم خارج، اروپا، آمریکا، اینا فسیل شدیم، نشستیم تو همون افکار 30 سال گذشتمون داریم پشتک میزنیم، اینقدر هم فیش و افاده داریم. 4 تا چی میگه شما به این که ماشین میکشه جره سقیل میگه چی میگه نمیتونه تکونمون بده، خیال رو خبریه، ما نمیکنیم، ما نمیگوییم، ما نمیاییم، یه مش دوزاری تشرک های کج و کله. باز به یه سری برخورد عجیبه هنوز بهتون بر میخوره. 3 سال 4 سال من جلو این دوربینا دارم الان حرف میزنم، این حرفارم تو نگاه بهتون بر میخوره؟ واجه میشین نگاه میکنید؟ با امید روزی که اون قبرستون خمینی نجاستگاه عمومی ملت ایران بشه. بزرستون عرض کنم که سخن گفتن از میهن دوستی و آبادی و آینده نگری و سکولاریزم و نمیدونم این و اون و حرفای تکراری 30 سال گذشته که به درد عمه ما میخوره، چند تا دارم نمیدونم چند تاشون در قید حیات نیستن، مهرورزی و پهلوانی و آفرینندگی و دائما از کوروش و داریوش و رستم و نمیدونم خشاویار و اسفندیار و این گونه مسائل صحبت کردن، میشه درد بخوره؟ آقا بلاشو بیبریزی بی دشمن بیرون. خودمون رو مثل قصه های اتل متل توتوله کردیم، اینم از اینا. بزرستون عرض کنم که بریم، ما 1 ساعت دیگه وقت داریم. من مطالبی رو در ارتباط با ابرمرد تاریخ ایران براتون تهیه کردم، رضا شاه کبیر. ای کاش یه موی رضا شاه، یه موی تن رضا شاه کبیر تو تن این اشغال کثافتایی است که کشور ما رو اشغال کرد، مردونگیش، وطن پرستیش، عرق ملیش، ناسیونالیسم ملیش. آقا ببین کشورمون ای 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 به کجا رسیده؟ من این تلویزیون پشم و شیشه نظام رو اخبارش رو میبینم، مدیر کل مثلا قیافش رو میبینی این نکبت 2000 نمیارزه، وزیر چی اصلا نگاش میکنی تو اسهال میگیری،
این قیافه ها از کجا اومدن؟ این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ این جنایتکار ها از کجا اومدن؟ چرا تحملشون میکنید مردم؟ یک روز 6 ساعت 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون تو تهران 304 بیدیدن تو خیاب. اون وقت اینا باید در برن یا چه برن دیگه. اون وقت من به شما میگم 5000 تا مسلسل چی داشته باشن زیر آبهای اقیانوس برن جزینه جایی خریده باشن که هیچ کسی نتونه بده، پیداشون میکنیم تو گونی میندازیم برشون میگردونیم محاکمشون میکنیم. فلاحیان تو فکر میکنی کشتی و این همه بیش مردم ما رو، یا تو پور محمدی یا تو سعید مرتضوی یا تو دوری نجف آبادی یا هر کسافت خائن جانی مثل شما ولتون میکنیم؟ هر کی میگه میبخشیم و اینا غلط زیادی میکنه. میریم و برمیگردیم. عرض ادب دارم خدمتتون، سعید سکویی هستم که از طریق آنتن جهانی تلویزیون آریامر که از شهر لس آنجلس کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده آمریکا این سعادت رو دارم که به مناظر شما میام. فردا 24 اسفند زادروز ابرمرد تاریخ ایران، سردار ملی ایران، متفاوت از آن چیزی که در طول 30 سال گذشته در کشورمون شاهدش هستیم، مردی وطن پرست، خدمتکار، مردی که چهره ایران رو دگرگون کرد. چند خط از صحبت‌های این ابرمرد، این سردار ملی ایران رو براتون میخونم که در سفرنامه مازندرانش به یکی از همراهانش میگه، همراهان نزدیکش. سردار ملی ایران رضا شاه کبیر پادشاه ایران میگه همه چیز را میشود اصلاح کرد، هر زمینی را می شود اصلاح نمود، هر کارخانه ای را می توان ایجاد کرد و هر مؤسسه ای را می توان به کار انداخت. اما چه باید کرد با این اخلاق و فسادی که در اعماق قلب مردم ریشه دوانیده و نسل بعد از نسل برای آنها طبیعت ثانوی شده است؟ رضا شاه میگه، رضا شاه کبیر ادامه میده، میگه سالیان دراز و سنوات تاریخ سالیان دراز و سنوات متمادی است که روی نعش این مملکت تاخت و تاس کردند، تمام سلول های حیاتی اون رو غبار کرده و به هوا پراکندند و حالا من گرفتار آن ذراتی هستم که اگر بتوانم باید آنها را از هوا گرفته و به ترکیب مجدد آنها بذل توجه نمایم. این هاست آن افکاری که تمام ایام تنهایی من را به خودش مشغول و 1 ساعت از ساعات خواب مرا هم اشغال کرده است. هیچ چیز در این مملکت درست نیست، همه چیز باید درست شود. قرنها این مملکت رو از چه از حیث آداب و رسوم و چه از لحاظ معنویات و مادیات خراب کردند. من مسئولیت یک اصلاح مهمی رو بر روی یک انبار خرابه و ویرانه، یک کوه خرابه و ویرانه بر عهده گرفتم. این کار شوخی نیست و سر من در حین تنهایی گاهی در اثر فشار فکر در حال ترکیدن است. رضا شاه در جای دیگه میگه اقرار میکنم که در این راه فقر فکری محیط، فقر خزانه مملکت، جهل و بی اطلاعی جامعه و از همه بدتر معتاد شدن افراد در طی سالیان سال به تحمل خاری، به اعتیاد به تزویر و دروغگویی و حیله و ریا و مجذوب ماندن به آقایی و سرپرستی اجانب چنان کار را بر من دشوار و سخت ساخته بود که مشکل بتوانم از عهده توصیف و تشریح آن برایم. همینقدر میگویم پیروی من از قوانین مسلم